سلام به دوستان عزیز، امروز میخوام در مورد ساپلمنت یا مکمل هایی که برای کمک به درمان دپرشن میتونن مورد استفاده قرار بگیرن صحبت بکنیم. دپرشن که خب قطعا درمان های خاص خودش رو داره، از جمله TCA، SSRI و حالا درمان های متنوع دیگه ای که وجود داره. اینها صرفا ساپلمنت هستن و اصلا به این معنی نیست که ما اینا رو میتونیم جایگزین درمان اصلی بکنیم. اگر فردی به افسردگی مبتلا است حتما باید معاینه بشه، شرح حالش گرفته بشه و داروهای مناسب براش تجویز بشه. اینها صرفا شاید بتونن که به درمان اصلی کمک کنن و در واقع همونطور که از اسمشون هم مشخصه ساپلمنت هستن. خب قبل از اینکه ادامه بدیم، اگر که از حالا ویدیو استفاده میکنیم ممنون میشم که سابسکرایب هم بکنید. فولیک اسید یکی از ساپلمنت هایی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یه سری مطالعه نشون دادن که سطوح پایین فولیک اسید میتونه منجر به افزایش افسردگی بشه، یا بهتر بگیم با افزایش میزان افسردگی در ارتباط بوده، یعنی افرادی که فولیک اسیدشون پایین بوده بیشتر دچار افسردگی شدن. بنابراین ریکامندد هست که ما از فولیک اسید بیایم در اینجور مواقع استفاده بکنیم و شاید بتونه کمک کننده باشه. چقدر بدیم؟ روزانه 800 میکروگرم. طبق مطالعات حالا دیده شده که شاید بتونه اثرات مفیدی داشته باشه. مثلا اگر بخوایم از همین فرآورده استفاده کنیم، روزی دو تا از این فرآورده باید استفاده بکنیم. اومگا 3 مکمل دیگه‌ایه که حالا دیده شده که کمبودش با افزایش میزان بروز افسردگی ارتباط داشته. این اتفاق عموما به جزء DHA یا دوکوزاهگزانوئیک اسید نسبت میده. تو ویدیوهای قبلی که برای محصول IPE یا آیکوزاپنت اتیل داشتیم، گفتیم که IPE که حالا فرم پرودراگ و پایدارتر EPA هست، خیلی خوب هست در پیشگیری از وقایع قلبی عروقی و کاهش تریگلیسیرید در پیشگیری از MI استروک. اینجا در بحث افسردگی DHA اهمیت بالاتری داره، یعنی ما برای پیشگیری از وقایع قلبی عروقی IPE یا EPA خیلی برامون مهمتره، ولی در موارد افسردگی DHA و آلزایمر DHA برامون اهمیت بیشتری داره و تمام اینا صرفا در حد هایپوتز و تئوری است بر مبنای مطالعات محدودی که در این زمینه وجود داره. البته در مورد IPE مطالعهش خیلی قویه که در پیشگیری از وقایع قلبی عروقی نقش داره، ولی در مورد DHA مطالعات به اون قوت نیستن. دوزی از اومگا 3 که در این مورد توصیه میشه استفاده کنیم 1500 تا 3000 میلی گرم روزانه است. در مورد اومگا 3 فراموش نکنیم که داره خواص ضد پلاکتیه. در حال افرادی که ضد پلاکت، ضد انعقاد دریافت میکنن، باید حواسمون به افزایش ریسک خونریزی باشه. فرآورده دیگه که اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم، فرآورده استی جانز وورت یا علف چای هستش، یا گل رائی. گیاه علف چای یا هایپریکون پرفوراتوم که حالا ما اینجا دو تا فرآورده پرفوران و نرووکسین رو ازش داریم، یک گیاه مؤثریه که خب همیشه هم توی کتابا به عنوان گیاهی که میتونه در افسردگی مؤثر باشه ازش یاد شده. مکانیزمی که براش در نظر گرفتن افزایش سروتونین به واسطه مهار ماو یا مونوامین اکسیداز هست. اگر که خاطرتون باشه توی کتابا همیشه مینوشتن که این میتونه منجر به سندروم سروتونین بشه اگر همزمان با سایر فرآورده های استفاده بشه که اونا هم سروتونین رو میبرن بالا. بنابراین انتظار میره که با توجه به مکانیزمش که افزایش سروتونین هست در بهبود افسردگی نقش داشته باشه. حالا اگر فرد فرآورده دیگه یا یعنی دریافت میکنه که سروتونین رو میبرن بالا، در مصرف همزمان با این فرآورده باید احتیاط کرد. یه نکته دیگه که در مورد این فرآورده اهمیت داره این که این گیاه دارای خواص ایندیوسر آنزیم های کبدی، القا کننده آنزیم های کبدی، بنابراین میتونه تداخلات داروی زیادی داشته باشه و میتونه در واقع سطح خونی داروهای زیادی رو کاهش بده، از جمله وارفارین، حالا سیکلوسپورین. بنابراین هر فردی که تحت درمان با هایپریکون پرفوراتوم هست یا حالا پرفوران نرووکسین باید از نظر تداخلات دارویی کاملا چک بشه. ما یه قطره هایپیران هم داریم که قرصش هم هست مال پورسینا که اینجا دیگه نیاوردیم، اونم هایپریکون پرفوراتوم هست. فرآورده دیگه‌ای که برای حالا روند افسردگی میتونه مورد استفاده قرار بگیره جینسینگ هستش. جینسینگ خب ثابت شده که در افسردگی تاثیرات مثبتی میتونه داشته باشه. عموما در افسردگی
که همراه با استرس و استراب باشه، جینسینگ تاثیرات مثبتی رو نشون داده. خب جینسینگ قبلا توی ویدیو مختلف چندین بار در موردش صحبت کردیم، گفتیم که چند مدل داره. جینسینگ سیبریایی یا سایبریان جینسینگ، همون جینسینگی که باعث آداپتی کردن بدن با شرایط مختلف از جمله استرس، مسافرت، تغییر شغل میشه، باعث میشه که بدن خیلی آداپته بشه و تغییرات رو بپذیره. جینسینگ آمریکایی همون جینسینگیه که ما به عنوان فرآورده رفع خستگی، افزایش انرژی میشناسیمش. جینسینگ آسیایی یا ایژین جینسینگ که به اشکال سفید و قرمز هم وجود داره، میتونه واسه بهبود هضم غذا بشه، همچنین منجر به بهبود ایمپوتنس یا توان جنسی در افراد بالای 50 سال بشه. اون جینسینگی که به عنوان تقویت کننده توان جنسی میشناسی، معمولا اون جینسینگ قرمز کره‌ایه که در این مورد حالا مطالعات بیشتری داره و به عنوان فرآورده مؤثر در بهبود توان جنسی مورد قبول است. به طور کلی ساپلمنت هایی که میتونن برای حالا افسردگی مورد استفاده قرار بگیرن این موارد هستن. یه فرآورده دیگه هم هست به اسم اس آدنوزیل متیونین که حالا به اسم SAM کنار یک ای کوچیک توی کتاب ازش یاد میشه، حالا اینجا عکسش نیست ولی گفتیم به اونم اشاره کنیم، میتونه مفید باشه. با نام آدومت شاید بشناسینش، قرص آدومت که ایتالیایی هم هست، 400 میلی گرم اس آدنوزیل متیونین داره. اس آدنوزیل متیونین میتونه منجر به افزایش سروتونین بشه در بیماران مبتلا به افسردگی، بنابراین اون هم میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه. در مورد آدومت هم اگر همزمان با سایر مکمل های حالا قرصایی که روی سیستم سروتونینرژی تاثیر میذارن استفاده بشه، احتمال سندرم سروتونین وجود داره. شاید این فرآورده رو توی حالا اختلالات روماتولوژیک از جمله استئوآرتریت هم دیده باشین که تجویز میشه و درست هست، چون در نظر گرفته شده که اس آدنوزین متیونین داره خواص حالا ضد التهابی هم هست، به همین خاطر ممکنه در طیفی از بیماری التهابی مورد استفاده قرار بگیره. استئوآرتریت هم که به خاطر آیتیس آخرش، استئوآرترایتیس، طبیعتاً یک بیماری التهابی است و میتونه در این مورد اس آدنوزین متیونین مفید واقع بشه. امیدوارم که استفاده کرده باشین. موفق باشین.